به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام، خیلی خوش اومدید به پایش پلاس. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من هم از طرف خودم و از طرف همکارانم تسلیت میگم حادثه تلخ جان باختن خدمه کشتی نفتکش ایرانی رو. امیدوارم که خداوند خانواده ها و بازماندگان این حادثه صبر و استقامت عطا کنه. راه های ارتباطی ما با شما برای برنامه پایش پلاس سه تا روش داریم. یکی شماره 0990474700 میتونید برای اون پیامک بفرستید. همین الان ما سوالهاتون رو توی برنامه میخونیم، یا اینکه میتونید همین الان به اینستاگرام برنامه ما مراجعه کنید به آدرس @پایش1. توی اینستاگرام گفتگوی زنده ما همین الان داره اونجا پخش میشه، سوالهاتون به دست ما میرسه و توی برنامه میخونیم. یه ربات تلگرامی هم داریم به آدرس @پایش_پلاس، ببخشید اشتباه گفتم، @پایش_پلاس_بات. میتونید به این ربات هم سوالهاتون رو بفرستید. البته الان دیگه نمیشه ارسال کنید، این سوالهاتون رو باید تا قبل از شروع شدن برنامه میفرستادید. و اینکه نکته دیگه بخوام بگم، اونم اینه که ما یک صفحه را انداختیم توی فضای مجازی با آدرس @پایش_پلاس، میتونید همین الان بهش مراجعه کنید. ما هر شب یک فیلم کسب و کاری توی اون صفحمون میذاریم، شما میتونید گزیده برنامه ها رو ببینید. اونجا کلیپ های 1 دقیقه‌ایه، مثلا الان آقای بابک بختیاری رو گذاشتیم و فردا شب هم قراره که آقای بهروز فروتن فیلمشون رو بزنیم. کلیپ های 1 دقیقه خیلی خوب میتونید دانلود کنید، استفاده کنید. و همین مهمان برنامه ما امشب حضور پیدا کردن در استودیو برنامه پایش پلاس، آقای عظیمی. میتونید سوالهاتون رو واسه ما بفرستید تا توی برنامه بخونیم. من دیگه خیلی صحبت نمی کنم، بخش معرفی برنامه امشب رو ببینیم، مهمان امشب رو ببینیم، برگردیم خدمتتون هستیم. عظیمی متولد 1364 در تهران است. وی در تمام دوران تحصیل شاگرد متوسطی بود. او در سال 1382 به دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه یافت و به تحصیل در رشته مهندسی صنایع با گرایش مدیریت تولید پرداخت. دوران دانشگاه سرآغاز تحولات فکری و ذهنی حمیدرضا بود و او کم کم با فضای کسب و کار آشنا شد و در سال 1383 فروشگاه اینترنتی خودش را راه اندازی کرد. همین سرآغاز ورود به فضای تجارت الکترونیک بود. حمیدرضا تحصیلش را در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی در دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد. او در این دوره بیش از پیش درباره بازاریابی دیجیتال مطالعه کرد و همزمان کسب و کار خود را توسعه داد و موفق به کسب دکترای خود در رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی شد. همزمانی آگاهی از تئوری‌ها و تجربه کار اجرایی در فضای اینترنت باعث شد تا حمیدرضا تدریس را در دوره‌های MBA و به طور مشخص دروس مربوط به بازاریابی اینترنتی را شروع کند و به عنوان مشاور بازاریابی در کنار بزرگترین کسب و کارهای آنلاین ایران کارش را گسترش دهد. آقای عظیمی سلام، خیلی خوش اومدید به پایش پلاس. امیدوارم که حالتون خوب باشه. سلام، متشکرم، مرسی. خدمت همه بینندگان عزیزم عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که بتونم پاسخ سوالاتتون رو بدم و در خدمتتون باشم. خیلی ممنونم. خب من همینطور که گفتم از سه روشی که میتونید واسه ما سوال بفرستید، میخوام الان سوالای ربات تلگرامی رو براتون بخونم. آدرسش هم @پایش_پلاس هستش. آقا جواد محمدی 34 ساله از تهران، ارشد بازاریابی دارم و کارمندم. گفتن که محصولی تولید کردم ولی در بازاریابی اینترنتی و مجازی موفق نبودم، چه کار کنم؟ لطفا منو راهنمایی کنید. بله، ای کاش البته محصولشون هم میگفتن. آره، ماهیت بازاریابی اینترنتی با توجه به نوع محصول، تو همه انواع بازاریابی همینطوره، میتونه متفاوت باشه. من در حدی که در واقع الان فرصت هست، من اینطور خدمتشون پاسخ میدم که در گام اول لازمه که یک وبسایت داشته باشن و ویژگی‌های محصولشون رو ارائه کنن. بنابراین داشتن یه وبسایت خیلی کمک میکنه. در کنار اون حضور در شبکه‌های اجتماعی و تولید محتوا به منظور ارتباط با مخاطبانی که به محصول دوستمون نیاز دارن میتونه خیلی بهشون کمک کنه. در واقع با طی اینها فکر کنم یک گام به سمت اجرای بازاریابی اینترنتی نزدیک میشن. بله، خیلی ممنونم. آقا محمد یاری 19 ساله از قم، گفتن که میخواستم یک کتاب در مورد آموزش بازاریابی اینترنتی و ویروسی معرفی کنید. بله، خیلی سوال خوبی هم هست. من توصیه میکنم که با جستجوی همین عبارت به زبان انگلیسی، یعنی وایرال مارکتینگ و اینترنت مارکتینگ، وایرال مارکتینگ به معنی بازاریابی ویروسی
و اینترنت مارکتینگ هم معنی بازاریابی اینترنتی، تلاش کنن اگر توان دارن به زبان انگلیسی همین رو مطالعه کنن، چون بروزتر هست و مناسبتر هست. در غیر این صورت میتونن با جستجوی فارسی همین مواردی که فرمودن و همراه با اسم من سید حمیدرضا عظیمی، یادداشتای رایگانی هست که به طور روزانه در فضای مجازی من سعی میکنم اینها رو بدون دریافت هزینه به مخاطبان آموزش بدم. بنابراین خیلی راحت میتونن که در این زمینه اطلاعات کسب کنن. اما توصیه اکیدم اینه که اجرا کنن، یعنی بله. اگر چیزی رو خوندن حتما اجرا هم بکنن اونو. درست. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. خب توی لایف من دارم میبینم دوستان گفتن که شبکه ایران کالا رو از کجا باید بگیریم، چیکار کنیم؟ اگر روی دستگاه دیجیتالتون یه ذره بگردید، حالا شاید جزء شبکه‌هاتون باشه، اگر نیست یه جستجوی ساده بزنید میاد حتما میاد جزء شبکه‌های جدیدتون. شبکه ایران کالا معمولا شبکه 28 حالا نمیدونم عددش دقیق باشه یا نه. یه دونه سوال از توی لایو بخونم. آقا توحید سلام، توحید هستم 33 ساله و متأهل. آیا من که یه عمر کارگری کردم میتونم کسب و کار اینترنتی رو یاد بگیرم؟ دیر نیست توی این سن؟ چقدر زمان میبره؟ بله ببینید، طبیعتاً خب بک‌گراندی که آدم‌ها دارن و زمینه‌ای که در گذشته داشتن میتونه به عنوان یک ادوانتج، مزیت یا یک دیس ادوانتج مطرح بشه. ببینید قطعاً الان دیر نیست، اینو میشه به جرئت گفت. اما اینکه چقدر تلاش نیازه تا به اون نقطه مطلوب برسین که بتونین از این حوزه کسب درآمد بکنین، خب سوال درستیه. به هر حال امروز در فضای آنلاین خیلی از افراد فعالن، خیلی از افراد صاحب تجربه‌ن، صاحب سرمایه‌ن و خب به هر حال رقابت با اونها ممکنه مشکل باشه. من توصیه میکنم با استفاده از تجربیاتی که در حوزه کار قبلی داشتین و همینطور با اضافه کردن عنصر خلاقیت، یعنی قطعاً عنصر خلاقیت خیلی عنصر مهمیه، با اضافه کردن عنصر خلاقیت شانس موفقیت خودتون رو افزایش بدید. اما مد نظر داشته باشین که یک استراتژی کوتاه مدت مثلا یک هفته و دو هفته و یک ماه و دو ماه نیست که بتونین خیلی ساده به نتیجه برسین. بنابراین بایستی در واقع این تلاش رو بکنین و بعد از اون انشالله که میتونین در میان مدت و بلند مدت به نتایج خوبی در فضای آنلاین برسین. خیلی ممنونم. یه دونه سوال بخونم توی ربات تلگرامی. خانم الهام بخش علیپور 22 ساله از کرج، کاردانی طراحی لباس میخونن و خیاط هستن، گفتن که چطوری برای خودم کسب و کاری راه اندازی کنم؟ 10 میلیون تومان هم سرمایه دارم. بله، حوزه‌ای که الان دوستمون فعال هستن من فکر میکنم که حوزه جذابی باشه، یعنی برای بازاریابی اینترنتی حوزه جذابیه و شانس موفقیت خوبی دارین. به همین دلیل من به شما توصیه میکنم با توجه به اینکه جوان هم هستین و در ابتدای مسیر هستین، حتما بازاریابی اینترنتی رو خیلی جدی بگیرید. سرمایه‌ای که شما اشاره کردین سرمایه کافی برای راه اندازی یک بیزنس بزرگ نیست، ولی حتما در ابعاد اسمال بیزینس و هوم بیزینس میتونین در همین حوزه تولید پوشاک، تولید لباس و زمینه‌های مشابه که حوزه تخصصیتون هست با استفاده از خصوصا شبکه‌های اجتماعی. در حوزه شما، حوزه پوشاک، شبکه‌های اجتماعی وزن بالایی در موفقیت داره. بنابراین با تولید محتوای خوب در شبکه‌های اجتماعی و هدف گذاری کردن جامعه مخاطب خودتون انشالله میتونین که یک کسب و کار روپا و موفق رو راه اندازی بکنید. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. خب همینطور پیامک ها داره میاد به شماره 0990-47-47-400. آقا مهدی برامون پیامک فرستادن و گفتن که اگر بیاد این یه ذره، چون خیلی داره سوال میاد بعضی موقع قاطی میکنه، گفتن که سلام مهدی هستم، 30 ساله یک فروشگاه اینترنتی راه اندازی کردم، 4 میلیون تومان هم هزینش کردم، میترسم سرمایه‌ام بر نگرده، چطور تبلیغ کنم که هم سرمایه‌ام برگرده هم به سوددهی برسم؟ لطفا منو راهنمایی کنید. بله، من اول یه پاسخ کلی میدم بعد به طور مشخص به سوال این دوستمون پاسخ میدم. دقت کنید، مثلا ایشون فرمودن که من 4 میلیون تومان هزینه راه اندازی این کردم. ما باید دقت بکنیم راه اندازی کسب و کار، خرید ماشینالات یا خرید وبسایت، طراحی وبسایت، این تازه شروع کاره. ما اگر 4 میلیون تومان کل سرمایه‌مونه، باید بیش از 50% اون رو برای مارکتینگ کنار گذاشته باشیم. هزینه های بازاریابی خیلی مهمه. شما اگه بازاریابی نکنی یه زیرساختی داری که هیچ فروشی ایجاد نمی‌کنه. بنابراین شما که حالا فروشگاه اینترنتی رو راه انداختی، برای اینکه می‌خوای بازگشت سرمایه داشته باشی، باید حتما بازاریابی کنی. انتخاب کالای مناسب، این خیلی مهمه. اینکه شما چه کالایی می‌خوای در پهنه وب شروع به فروشش بکنی. شاید من به شما بگم که امروز مثلا بازار موبایل در فضای آنلاین اینقدر میلیارد تومان در روز تراکنش داره.
شما بگی چقدر بازار جذابیه، بریم داخل این بازار. اما مسئله اینه که این بازار و خیلی بازارهای شبیه به این در عین بزرگی خودشون رهبرانی دارن که اجازه کسب سهم بازار به کوچکترها و خرده پاهای بازار نمیدن. بنابراین انتخاب یک کالای که رقیب کمتری داشته باشه و خلاقیت داشته باشه میتونه در موفقیت ما خیلی مهم باشه. بنابراین شما کالای مناسب رو انتخاب بکنید با استفاده از ابزار موتورهای جستجو. در حوزه کسب و کار شما موتورهای جستجو خیلی مهمه. با استفاده از موتورهای جستجو ترافیک سایتتون رو افزایش بدین و انشالله در ادامه بتونین فروش موفقی داشته باشین. خیلی ممنونم. خب حالا چون ما سوالا رو جواب میدیم مخصوص خود سواله، خب شاید یه مثلا تو ذهنشون این باشه که مثلا چطوری موتورهای جستجو رو مثلا بخوان جستجو کنن، اما من مطمئنم که سوالای بعدی داریم توی این زمینه. از اون میپرسم به خاطر همون من نمیخوام الان توضیح بدیم چون خیلی طولانی میشه، اما توی سوالهای دیگه حتما خواهیم خوند. یه تونه سوال از توی لایف بخونم. گفتن که سلام، نماینده یه شرکت چینی هستم که محصول به کل دنیا میفروشه، اما در ایران نسبت به محصولی که من میفروشم خیلی گارد میگیرن، چطور میتونم ذهنیت مشتری رو تغییر بدم؟ بله، خب سوال خیلی خوبیه. بازم یک کاش که من میدونستم چه محصولیه. من به این سوال پاسخ بدم. ببینید، کشورها صاحب برندن، افراد صاحب برندن، بعد هر کشوری به همراه خودش یک هویتی رو میاره و شما وقتی محصولی داری میفروشی از کشور آلمان، زمانی که این محصول به مشتری ارائه میکنی و میگی محصول من ساخت آلمانه، بلافاصله هویت کشور آلمان به هویت محصول شما نزدیک میشه و یه سری از برداشت ها رو ناخودآگاه در ذهن مخاطب ایجاد میکنه. قاعدتا وقتی کشور آلمان رو میشنوین دوام به ذهن میاد و وقتی چین رو میشنوین کالای احتمالاً کم کیفیت به ذهن میاد. خب این معضلیه که شما با اون روبرویید. یکی از روش های اثبات، در واقع یکی از روش های حل این مشکل، اثبات کیفیت کالاه. با فرض اینکه کالامون با کیفیت ها، اگه کالا کیفیت نداره که خب هیچی، اصلا ما کل مسیر اشتباهه. اما با فرض اینکه کالا کیفیت داره، یکی از اونها تبلیغاتیه که پروف میکنه، اثبات میکنه. یعنی شما بایستی نشون بدی که محصول من مثلا فلان قدر دوام داره و بیای با استفاده از ویدیوها در فضای مجازی، با استفاده از بیان موضوعات تکنیکال حوزه محصولتون، کیفیت اون رو به مخاطبت نشون بدی و از این طریق به اون اثبات کنی که محصول من درست ساخت چینه، اما برای مثال از مثلا محصولات درجه یک چینیه. بنابراین شما باید استفاده کنی از ویدیوهایی که اثبات میکنه و انشالله که بتونی این ذهنیت همراه محصول رو حذف کنی و ذهنیت بهتری ایجاد کنی. خیلی ممنونم. من میخوام یه دونه دیگه از توی لایف بخونم. بله. گفتن که برای آشنایی و یادگیری کسب و کار اینترنتی و یا دیجیتال مارکتینگ حتما باید کلاس یا دوره شرکت کنیم. ببینید، راه‌های رسیدن به دانش بازاریابی اینترنتی میتونه خیلی راهی متنوع و متفاوتی باشه. به نظر میرسه حضور در کلاس‌هایی که از کیفیت لازم برخوردار، سرعت این یادگیری رو افزایش میده و سعی و خطاهایی که شما در حین در واقع راه اندازی کسب و کار آنلاین انجام میدی و کاهش میده و شما بدون خطای کم، با خطای کمتر در واقع به اهدافی که تو حوزه کسب و کار آنلاین داری میرسی. بنابراین نمیتونم بگم که 100% باید در کلاس‌ها حاضر باشی، اما اگر در اون کلاس‌ها حاضر باشی و اگر در کلاس‌هایی که عملیه حضور پیدا کنی، سرعت کار شما رو افزایش میده و میتونی در زمان کوتاه‌تری به موفقیت برسی که فکر می‌کنم با یه جستجوی ساده میتونی کلاس‌های مناسب رو پیدا کنی و البته نمیدونم چه شهری هستین و انشاءالله با سرعت سریع‌تری بتونی اون کسب و کار مورد نظرت رو راه اندازی کنی. درسته، خیلی ممنونم. یه دونه سوال پیامکی بخونم. بله. به شماره 0937-2776. سلام، من شیرینی و دسر درست میکنم، چطوری اونا رو از طریق اینستاگرام و تلگرام به فروش برسونم و آیا مجوز خاصی میخواد واسه این کار؟ بله، البته رشد سریع کسب و کارهای اینترنتی که خیلی سریع تو کار توی کشور ما رشد کردن و خصوصا در شبکه اجتماعی که ما رو 2-3 سال گذشته است، باعث شده در برخی از حوزه ها یه مقدار خلأ قانونی وجود داشته باشه. در مورد مسئله قانونیش من به شما توصیه میکنم در گام اول سایت ساماندهی.ir رو تشریف ببرین، اونجا ثبت بکنین کسب و کارتون رو، حالا چه شبکه اجتماعی هست، چه وبسایت هست یا هر مدل دیگری از کسب و کارهای آنلاین، اونجا میتونن در سایت ساماندهی.ir ثبت بکنن. و در مورد سوال بعدیشون که چجوری میتونن اونجا موفق باشن، ببینید، حوزه کسب و کار شما هم از حوزه هایی که میتونه باعث موفقیت زیادی بشه، خصوصا اگر در شهرهای پرجمعیت باشین،
در تهران، اصفهان، مشهد یا سایر شهرهای پرجمعیتی مثل این، شانس موفقیت شما در این کسب و کار میتونه بالا باشه. من باز هم تاکید میکنم به تولید محتوای مناسب، به توجه به نیاز مخاطب. مخاطبی که در اینستاگرام یا سایر شبکه‌های اجتماعی یا وبسایت به دنبال کیک، دسر و چیزهای نظیر این میگرده، چرا اینجا مراجعه کنه و چه نیازی داره، چه خواسته ای داره؟ اگر ما بیایم و اون خواسته رو برآورده کنیم و با محتوای مناسب خودمون رو به مشتری معرفی کنیم، احتمالاً با اقبال خوبی در ابعاد یک اسمال بیزینس و کسب و کار خانگی روبرو بشیم. خیلی ممنونم. یه دونه سوال از توی لایو بخونم. دوستی با نام کاربری نونا پیپر گفتن که من یه کار جدید تو ایران دارم انجام میدم در مورد تولید گل‌های دکوراتیو که 0 تا 100 کار رو خودم انجام میدم. به نظرتون تا چقدر هزینه کنم که بتونم کارم رو گسترش بدم؟ و الان 4 ماهه که شروع کردم، استقبال خوبی هم از کارم شده. ببینید، برای پاسخ مناسب به این سوال من باید بدونم که چشم‌انداز کسب و کار شما چیه. شاید شما بگی من میخوام مثلا 60% این بازار رو بگیرم، 60% بازار کل کشور رو بگیرم. خب طبیعتاً من عددی که خواهم گفت روی چند ده میلیارد تومان خواهد بود سرمایه گذاری. اما اگر بخواید اسمال بیزینس باشه، این عدد میتونه خیلی کوچکتر باشه. من به شما توصیه میکنم شما بخش مشخصی از فروشتون رو به عنوان هزینه های بازاریابی کنار بذارین، که این یکی از شیوه های علمیه که ما در مارکتینگ استفاده میکنیم. حالا بسته به اینکه حاشیه سود محصول شما چقدره، ممکنه یه عددی از 5% تا 20% رو ما به عنوان هزینه های بازاریابی مد نظر بگیریم. یعنی اگر امروز مثلا 10 میلیون تومان شما فروش داشتی، ما 2 میلیون تومان رو به عنوان بازاریابی امروز کنار میذاریم. و فکر میکنم با این روش بتونین به تدریج سایز کسب و کارتون رو بزرگ کنین و به تدریج سهم خودتون رو از بازار افزایش. خیلی ممنونم. یه دونه سوال پیامکی بخونم. 0935 79 75. سلام خدمت شما و کارشناس بزرگوار. به نظر شما ایجاد سوپرمارکت آنلاین یا یک فروشگاه در یک ناحیه خاص در یک بازه زمانی مشخص درآمدزایی خواهد داشت؟ مخاطب همیشگی سجاد هستم از اردبیل. خیلی سوال خوبیه. فرمودن از کجا؟ اردبیل. بله. ببینید، سوپرمارکت اینترنتی امروز در شهر تهران، البته من کسب و کارهای زیادی میشناسم که وارد این حوزه شدن و شکست خوردن. بله. یعنی به هر حال حوزه‌ایه که در عین جذابیتش خیلی مخاطرات رو هم به همراه داره. اما به نظر میرسه که در شهرهای بزرگ مثل تهران، با توجه به سبک زندگی مردم تهران، با توجه به ترافیک، با توجه به هزینه‌های جابجایی نسبتاً بالایی که مردم تهران در مقایسه با اکثر شهرهای کشور دارن، این کسب و کار به نظر میرسه که کسب و کار هوشمندانه و خوبی باشه. اما باید دقت کنیم که سبک زندگی مردم و سبک خرید مردم هنوز به سمت خرید کالای سوپرمارکتی یا کالاهای FMCG Fast Moving Consuming Goods نرفته، اما در حال تغییره. بله. این کالاهایی که مثلا نمک، مثلا ادویه ها یا چیزهای دیگه که سری مردم خرید میکنن و روز ماست، لبنیات، اینها هنوز سبک خرید مردم به این سمت نرفته. بنابراین شما باید یک دورانی، شاید یک سال، شاید 6 ماه، نمیدونم سرعت تحولات در ادامه چقدر باشه، به عنوان دوران راه اندازی کسب و کار در نظر بگیری. دورانی که احتمالاً یک بازده ویژه نداشته باشی. درست. اما روزی که به نقطه‌ای برسی که سبک زندگی مردم به سمت خرید کالاهای سوپرمارکتی، اونم به صورت آنلاین رفته، میتونی خیلی امیدوار باشی که شما رهبر این بازار بشی، مخصوصا در شهرستانی که شما هستی احتمالاً جزء اولین هست. بله. البته حالا بخوام برن توی این کار، شاید یه ذره کارشون سخت‌تر باشه نسبت به حالا فروشگاه اینترنتی کالاهای دیجیتال، چون که خب کسی که موبایل می‌خره، حالا 3 روز دیگه هم برسه دستش مشکلی نداره. ولی کسی که داره از سوپرمارکت خرید می‌کنه، دوست داره حداقل 2 ساعت دیگه برسه دستش دیگه. نمی‌خواد که فردا برسه. کاملاً درست. خب اینم جواب آقا سجاد عزیز از اردبیل، مخاطب همیشگی برنامه پایش پلاس. یه دونه سوال از توی ربات بخونم. آقا سید محمد میری 32 ساله از مازندران، مهندسی نرم افزار می‌خونن. گفتن که چیکار کنم که بتونم یک کار مشخص که منبع درآمدی باشه برام داشته باشم؟ 10 میلیون تومان سرمایه دارم و 12 متر هم مغازه. بله. البته من با توجه به فضای آنلاین بیشتر به شما پاسخ میدم، چون من بیشتر در این حوزه تجربه دارم. با توجه به اینکه شما مهندسی نرم افزار خوندید، میتونیم با استفاده از پلتفرم های طراحی وبسایت و CMS هایی که به هر حال تقریبا برای شما که متخصص احتمالاً هستی در این حوزه یا پتانسیل یادگیری خیلی خوبی داری، میتونی یک وبسایت راه اندازی کنی و با تولید محتوا. ببینید، من امروز این واژه تولید محتوا رو خیلی به کار بردم. تولید محتوا یا کانتنت پرووایدینگ میتونه یکی از مهمترین المان‌های موفقیت یک کسب و کار آنلاین باشه. شما میتونی با راه اندازی یک وبسایت بر پایه پلتفرم وردپرس
یا بر پایه CMS جوملا، دروپال یا چیزهای دیگه‌ای که خیلی کم هزینه هستن یک وبسایت رو اندازی کنی. در حوزه‌ای که علاقه داری و فکر می‌کنی مخاطبان به دنبال اطلاعات هستن، مسئله مخاطب رو حل کنی، به سوال مخاطب پاسخ بدی و اون محتوایی که اون به دنبالش هست رو ارائه کنی. حالا با ارائه این احتمالا یک وبسایتی پیدا می‌کنی که یک رسانه است که هر روز مخاطب داره و بیننده داره. این بیننده میتونه سرمنشأ کسب و کار شما باشه. حالا یا به عنوان یک رسانه کارهای تبلیغاتی و اطلاع رسانی رو انجام بدی و کسب درآمد کنی، یا بیای بر پایه این ترافیک یک کسب و کاری رو خودت بیای در کنار این بزنی. و من فکر میکنم اگر اهتمام داشته باشی و اگر صبور باشی در این حوزه، بتونی در یک میان مدت یا بلند مدت به یک درآمد ثابت با همون شکلی که خودت توی سوال گفتی برسی. بله، خیلی ممنونم. من یه نکته رو بگم خدمت دوستان، و اونم اینه که وقتی که سوال برام میفرستید سعی کنید که سوالتون کامل باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اسم فامیلتون باشه، از کدوم استان پیامک میفرستید باشه یا پیام میدید باشه، و سرمایه‌تون هم مشخص باشه. ما معمولا این سوالا رو بیشتر میکنیم به خاطر اینکه چون مثلا قوانین کلا سوال فرستادن اینطوریه، یه موقع دوستانی که سوالشون خیلی کوتاه ما نمیپرسیم ناراحت نشن. اگر سوالشون رو کامل بفرستن ما حتما توی برنامه میخونیم. مثل همین سوالی که الان میخوام بخونم که آقای معصومی عزیز از مشهد فرستادن با شماره 0915 84 36. سلام، من کارشناس رشته مدیریت جهانگردی و علاقمند به فعالیت در حوزه فروش اینترنتی و صنایع دستی هستم. لطفا مرا راهنمایی کنید برای این کار. آیا مناسب است که یک اپلیکیشن طراحی کنم؟ بله. یا آیا اینکه مثلا یه دونه وبسایت بزنم بهتره؟ من قبل از اینکه به طور مشخص در مورد این بحث اپلیکیشن و وبسایت و مقایسه اون پاسخ بدم، در حوزه صنایع دستی، در حوزه کار شما که کار در واقع رشته جهانگردی رو مطالعه کردین، من قوی گردشگری رو مطالعه کردین، قویاً به شما توصیه میکنم که به فکر بازارهای خارجی باشین. فضای اینترنت صرفاً برای عرضه محصول و خدمات در بازار داخلی نیست. شما میتونید با استفاده از این ابزار و با هزینه های بسیار معقول محصول خودتون رو به بازارهای جهانی عرضه کنین و محصول خودتون رو به بازارهای دنیا عرضه کنین. و طبیعتاً بازار دنیا بسیار بزرگتر از بازار ایرانه، و جدای اینکه برای شما به عنوان یک شهروند ایرانی میتونه سرمنشأ درآمد باشه، میتونه برای کشور ما ارزاور باشه، میتونه اشتغال زایی بکنه، اونم نه با سرمایه داخلی، با سرمایه مشتریانی در خارج از کشور. من قویا به شما توصیه میکنم با توجه به اینکه مهارت در واقع علم گردشگری رو دارین، هم برای توریست داخل در واقع اینکامینگ، توریستی که خارجی که وارد ایران میشه، و هم در حوزه صادرات همون صنایع دستی فکر کنید، برنامه ریزی کنید و بیزنس پلانی رو داشته باشید. در مورد اینکه با اپلیکیشن بفروشم بهتره یا با وبسایت، ما باز هم باید اینجا یک در واقع برنامه کسب و کار مشخص و مدونی داشته باشیم که من بدونم چشم انداز کسب و کار شما چیه، من بدونم شما چه رسالتی رو در کسب و کار دارید. اما برای اینکه سوالت بدون پاسخ نبونه، من فکر میکنم اگر محصول شما محصولی نیستش که مخاطبانش خیلی با درصد بالای بانوان باشن، استفاده از وب مناسب تره. اما اگه با درصد بالایی بانوان مصرف کننده محصول شما هستن، فکر میکنم در واقع استفاده از اپلیکیشن هم میتونه برابر با وبسایت کارایی و اثر بخشی داشته باشه. درست. خیلی ممنونم. پیام های بازرگانی آماده است. ببینیم برگردیم. اما ما توی لایو اینستاگرام داریم به سوال هایی که برامون میفرستید پاسخ میدیم با حضور آقای دکتر. ما دانش روز رو چاشنی کارمون میکنیم. ما تجربه رو چاشنی کارمون میکنیم. ما دقت رو چاشنی کارمون میکنیم. ما عشق رو چاشنی کارمون کردیم تا تونستیم چاشنی رو چاشنی سفرتون کنیم. محصولات غذایی چاشنی، چاشنی زندگی، سلامتی. بلور و شیشه اصفهان، اولین تولید کننده ظروف نشکن رومیزی در ایران، در طرح‌های جدید و متنوع، درخشان و چشم نواز. بلور و شیشه اصفهان، هدیه مشکل پسندان. مبل دیگر باید چید. مبل تات، دارنده استاندارد اروپا و نشان استاندارد ملی ایران در صنعت مبلمان خانگی.
مبلتات. به این مردی میگن نیریشتن. آقا یک مخی این داره به دلیل مخی که توی کله این هست یکی از فیزیکدانای باحال تاریخ به شمار میاد. این عزیز در زندگانیشون از روغن کنجد نیری استفاده کردن. با روغن کنجد نیری زندگی ادامه دارد. با چه اکسیری؟ روغن کنجد نیری. خیلی خوش اومدید. ما داشتیم به سوالهاتون پاسخ میدادیم توی لایو اینستاگرام. یه دونه سوال میخوام از توی ربات بخونم. آقا حمید محمودی 57 ساله از خوزستان گفتن که مهمترین نوع تبلیغات چیه و تهیه و نحوه تهیه محصولات باید به چه شکل باشه؟ حالا محصول هم اشاره نکردن ولی قسمت اولش آنلاین پاسخ میدم دیگه، چون گفتن تبلیغات. حالا من آنلاینش رو میگم. ببینید ما در فضای آنلاین چند کانال برای بازاریابی داریم. یکی از این کانال ها موتورهای جستجوه. امروز بخش قابل توجهی از مخاطبان شما، کسانی که به دنبال محصول شما میگردن، دارن از طریق موتورهای جستجو اون رو سرچ میکنن. یعنی کمتر حوزه ایه که الان کاربرا در حال جستجوی تامین کنندش نباشد. پس یکی از کانال های تبلیغاتی ما بازارهای موتورهای جستجوه. کانال بعدی تبلیغاتی ما ایمیل هاست. یعنی شما اگر ایمیل مخاطبانتو داشته باشی، کاربرانی که پتانسیل خرید محصول از شما رو دارن، میتونی از با استفاده از اون بازاریابی بکنی. اما کانال بعدی همین شبکه‌های اجتماعیه، همین اینستاگرام، تلگرام یا سایر شبکه‌های اجتماعی که میتونیم از اونها برای اهداف بازاریابی، البته به شکل صحیح سوشیال میدیا مارکتینگ که خودش جای بسیار بحث و گفتگو داره، استفاده کنیم. کانال بعدی اپلیکیشن هاست. امروز در دست هر فردی از در هر طبقه از جامعه به احتمال خیلی زیاد شما گوشی هوشمند رو میبینی. بنابراین استفاده از پلتفرم گوشی های هوشمند و اپلیکیشن ها میتونه یکی دیگه از کانال های بازاریابی ما باشه. و ابزار آخر ما بنرهای تبلیغاتی در وبسایت های پربیننده است که میتونه تاثیر خوبی بر برندینگ و معرفی نام تجاری ما داشته باشه. خیلی ممنونم. یه دونه سوال از توی ربات بخونم دوباره. یه سوال خیلی خوبه. علیرضای عزیز مهندس برق هستند و گفتن که ریسک کردن و نمایندگی یک دستگاه استارتاپ خاص رو گرفتم. چطور تبلیغ عالی و بازاریابی کنم و چه مشکلاتی رو پیش بینی می‌کنید واسه کارم؟ بله، من بازم تاکید می‌کنم دوستان اگه بگن چه محصولیه من بهتر میتونم پاسخ بدم. اما اولا که درست شما فرمودین که ریسک کردی. وقتی که یک کسب و کار رو شروع می‌کنی، وقتی که سرمایه‌گذاری می‌کنی توی یک کسب و کار، این طبیعتاً ریسک مخاطره داره. اما دقت کنید ریسک و بازده اینها در واقع با همراه با هم هستن. وقتی ریسک زیادی رو می‌کنی احتمال بازده زیاد هم وجود داره. اگر محصول شما محصولیه که با در واقع بی تو بیه، بعد از شکل‌های بازاریابی بی تو بی استفاده کنید و اگر بی تو سی فضای آنلاین و سایر ابزارهای بازاریابی بی تو سی، یعنی بیزنس تو کاستمر، میتونه به شما خیلی کمک میکنه. من به شما توصیه میکنم از موتور جستجوی گوگل و هم چه به شکل ارگانیکش چه به شکل تبلیغاتش استفاده کن که حتما میتونه به شما خیلی در این زمینه کمک بکنه. خیلی ممنونم. بریم سراغ سوالای پیامکی. دوست عزیزم با شماره 0901 7424. سلام، تعمیرکار سیار لوازم خانگی هستم و پول اجاره مغازه ندارم. چطوری میتونم تو فضای مجازی برای خودم اعتبار ایجاد کنم؟ چطوری باید تبلیغ کنم؟ چطوری اعتماد کنم و چطور مشتری جذب کنم؟ بله، من اسمشون رو فراموش کردم. اسمشون رو نگفتم. بله، خیلی سوال خیلی خوبیه. شما قطعاً بدون اجاره مکان و محل و بدون صرف اون هزینه ها میتونی که با توجه به مهارتی که در تعمیر لوازم خانگی داری خیلی موفق بشی. برای اینکه به این هدف برسی لازمه که خصوصاً شبکه‌های اجتماعی رو بشناسی و اگر بیزینست یه قدری رشد کرد از فضای وب و موتورهای جستجو و طراحی و وجود یک وبسایت استفاده کنی. شبکه اجتماعی که خصوصاً میتونه به شما خیلی کمک کنه شبکه اجتماعی تلگرام و اینستاگرامه که من توصیه میکنم مهارت‌های این زمینه رو یاد بگیری و تلاش کنی با نشون دادن مهارتت در تعمیر لوازم خانگی مخاطبتو قانع کنی، مخاطبتو از پشت اینترنت قانع کنی که از شما بخره، که سرویس رو از شما بگیره. بنابراین بایستی با تولید محتوا، یعنی یک سری از مشکلاتی که مردم به طور منظم با اون روبرو هن،
یعنی شما میدونی مثلا یخچالا معمولا به این مشکل برمیخورن، بیای و با یک ویدیو یک دقیقه‌ای، بیای با یک یادداشت کوتاه این مشکل رو به اونا بگی و تخصص خودت رو نشون بدی و سعی کنی به اونها در رفع مشکلاتشون کمک کنی. اون وقت مشتریان در زمان مقتضی به شما مراجعه خواهند کرد. خیلی ممنونم، اشاره کردید کلیپ های یک دقیقه‌ای. ما هم یک صفحه داریم در اینستاگرام با آدرس @pajesh_plus، ما اونجا کلیپ های یک دقیقه‌ای راز و رمز کسب و کار می‌ذاریم از مهمان هایی که به برنامه پایش پلاس اومدن، همشون یک دقیقه، یعنی زیاد از حجم اینترنتتون نمیگیره. و امشب آقای بابک بختیاری رو گذاشتیم، فردا شب هم آقای فروتن، بهروز فروتن، بنیانگذار صنایع غذایی بهروز رو میذاریم. یعنی هر شب ما یک کلیپ میذاریم، میتونید استفاده کنید، ما رو فالو کنید و نهایت استفاده رو میتونید ببرید دیگه. خب چند تا سوال پرسیدن تو زمینه بازاریابی شبکه‌ای، چون خیلی زیاد بود من میخوام حالا یه توضیح، نه خیلی زیاد، یه توضیح کوتاه بفرمایید که اصلا برن تو این کار خوبه یا نه، اصلا مجوز دارن یا ندارن و چطور. در مورد سوددهیشون هم پرسیدن سوال، ولی خیلی کوتاه باشه دیگه. بله، عرضم به حضورتون که هستن شرکت هایی که در این کشور ما که مجوز این کار رو دارن و خود اونها، من بازم تاکید میکنم اونهایی که مجوز دارن تعداد معدودی هن، خود اونها آموزش های بسیار زیادی در این حوزه به مخاطبانشون و به در واقع کسانی که میپیوندن به این سیستم ارائه میکنن. من فکر میکنم در میزان اثر بخشی اونها در اینکه چقدر موفقیت ایجاد میکنه قدری بزرگ نمایی شده. یعنی آنچه که ما در جامعه میشنویم که حالا من به مزاح همیشه میگم که اینا توی معرفیشون میگن که امروز اگه ما بپیوندی پس فردا فلان خودروی چند صد میلیونی رو میخری، خب اینا به نظر میرسه که یه مقدار بزرگ نمایی شده. اما اگر پشت کار وجود داشته باشه، اگر تلاش وجود داشته باشه، میتواند یک گزینه‌ای باشه برای درآمدزایی و اشتغال، اما نه به اون میزان و نه به اون شکل و ابعادی که من در بین در واقع مردم میشنوم و انتظار دارن اونها. اما اگر شرکت‌های داری مجوزش رو پیدا کنین و روش‌های اصولی و علمیش رو در پیش بگیرین، میتواند به موفقیت بیانجامد. خیلی ممنونم. یه دونه سوال پیامکی بخونم. 0910 87 45. سلام، عارف هستم، 33 ساله از تهران. میخوام در مورد ساخت یک اپلیکیشن کاربردی با کسی مشورت کنم، اما چون خودم هیچ اطلاعاتی تو این زمینه ندارم میترسم که ایدمو بپیچونم. بله، درود بر شما آقا عارف. همین که شما الان خطر رو احساس کردی خودش خیلی خوبه. ببینید، شما اگر خودت دیولوپر نیستی، یعنی اندروید دیولوپر یا آی او اس دیولوپر نیستید، دقیقاً با این چالش روبرویی. و این چالش فقط چالش شما نیست، سرمایه گذارانی که امروز دارن اعداد جذابی در بازار اپلیکیشن ها سرمایه گذاری میکنن هم با همین دغدغه روبروان. راه حل درست اینه که ما یک تیم تشکیل بدیم. یک تیم موفق در فضای کسب و کار نیاز داره به مهارت های متنوع و مکمل. یکی از این مهارت‌ها بازاریابیه، مدیریت کسب و کاره که قاعدتاً این نقش رو شما ایفا خواهید کرد. یکی دیگر از اینها ایده پردازیه، یکی دیگر از اینها هم دیولوپینگه. شما خوبه که فردی رو که ویژگی‌های کار تیمی داره تشخیص این خیلی مشکله ها، اینکه چه فردی ویژگی‌های کار تیمی داره، فردی که این ویژگی‌ها داره پیدا کنی و دیولوپینگ هم بلده، یعنی توسعه اپلیکیشن‌های اندروید بیست یا آی او اس بیست رو بلده، اون رو به تیمت اضافه کنی و شریک بشین با هم. یعنی در این کسب و کار ان درصد شما شریکی، ان درصد اون فرد توسعه دهنده شریکه، شاید فرد دیگری رو اضافه کنی که صاحب سرمایه است، یه درصدی هم اون شریکه و تیم شما با داشتن همه مهارت ها حالا میتونه بره جلو. به دلیل اینکه شما منافع مشترک دارین، به قول شما این اتفاق پیچوندنه انشالله رخ نمیده، اما همواره به مدیریت تیم و به حفظ انسجام تیم باید دقت کنید که متاسفانه باید بگیم در کشور ما یه مقداری فرهنگ کار تیمی ضعیف‌تر از اکثر نقاط دنیاست که امیدوارم نسل آینده ما این مشکل رو پوشش بده. خیلی ممنونم. بریم سراغ سوال‌های لایو اینستاگرام ما با آدرس @pajesh1. خانم آزاده براتی گفتن که سلام، سایت فروشگاهی دارم اما روی محصول قبلیم موفق نبودم، اگر بخوام نوع محصولم رو تغییر بدم مشکلی پیش نمیاد؟ احتمالاً منظورشون اینه که روی همون آدرس سایت قبلی میخوان این کارو بکنن. آره دقیقاً، آدرس سایت همونه، سایت همونه، اما محصول قراره عوض بشه. اگر به این نقطه رسیدی که قطعاً محصول قبلی دیگه جواب نمیده، یعنی قطعاً اونو شکست خورده میدونی و هیچ شانس موفقیتی براش نداری، میتونی روی همین دامنه محصولات قبلی رو حذف کنی و محصولات جدید رو
اضافه کنی و این بار تجربیاتی که در اون محصول قبلی داشتی و حتما در نظر بگیری و با رعایت اون تجربیات قبلی انشالله که محصول جدیدت بتونه موفق باشه. در انتخاب محصول من توصیه میکنم خیلی دقت کنید. ورود به بازار پر رقابت که شرکت‌های غول داره، که رهبر بازار داره، یعنی مارکت لیدر داره، کسی که سهم بازار زیاد داره، چندان برای اسمال بیزینس ها در واقع کار هوشمندانه‌ای به نظر نمیرسه. تلاش کنید یک ادوانتیج، یک مزیت رقابتی، یه چیزی که شما داری و دیگری نداره تو محصول داشته باشی تا مصرف کننده انگیزه داشته باشه که به شما مراجعه کنه. انشالله که موفق بشی. ممنونم. یه دونه سوال دیگه بخونم از سوی لایف. آقا میلاد عزیز گفتن که سلام، خواستم بپرسم نظرتون در خصوص راه اندازی خانه بازی کودکان چیه؟ نحوه سوداوری و چشم انداز کسب و کار این شغل چطوریه؟ 25 میلیون سرمایه دارم و 31 سالم، سن از بوشهر. فرمودن بوشهر. ببینید خانه بازی یک روند رو به رشده و من فکر میکنم که کار هوشمندانه ایه، به دلیل اینکه تعداد فرزندان خانواده ها کاهش پیدا کرده، اینو آمار رسمی کشور ما نشون میده، و اهمیت فرزندان در خانواده بیشتر شده و بازی به عنوان یک عنصری برای رشد کودک در فرهنگ جامعه ما دیده شده. ضمن اینکه توسعه تکنولوژی تونسته جذابیت بازی ها رو افزایش بده و همه اینا در کنار هم باعث شده که ما بگیم این خانه بازی کودکان جذاب. اما عددی که شما به عنوان سرمایه گذاری اشاره کردین احتمالاً شما رو در ادامه این کسب و کار با چالش روبرو کنه، به دلیل اینکه یکی از المان‌هایی که ما در موفقیت کسب و کارها مد نظر داریم سرمایه در گردشه. شما بعد از اینکه فرض کن همه هزینه‌های اجاره و تجهیز اونها با همین سرمایه شما انجام شد، حالا برای بازاریابی چه ایده‌ای داری؟ حالا برای بازاریابی چقدر سرمایه داری؟ یک مرکزی وجود داره، این مرکز ظرفیت داره، اما شما بودجه بازاریابی نداری، مراجعه کننده پیدا نمی‌کنه و احتمال اینکه شکست بخوری وجود داره. به نحوی سعی کن سرمایه بیشتری رو تزریق بکنی و من فکر می‌کنم اگر در شهر شما رقیب قدر جدی وجود نداشته باشه میتونی موفق بشی. برای جذب سرمایه به این واژه‌ای که من میگم دقت کن و سعی کن تو اینترنت بری و معنیشو پیدا کنی. ما وقتی که میخوایم سرمایه جذب کنیم، سرمایه برای ما یه هزینه ای داره. یعنی اگر شما امروز از بانک X وام بگیری و مثلا هزینه تسهیلات این بانک مثلا سالی 14% باشه، این 14% هزینه سرمایه شماست. باید ببینی آیا اون سرمایه گذاریت این هزینه سرمایه ها رو پوشش میده؟ تمام المان ها و تمام کارها در فرایند کسب و کار شما باید با مطالعه باشه، وگرنه احتمال شکست بیشتر خواهد شد. من فکر میکنم ایده خوبی داری و اگر با مطالعه پیش بری موفق میشی. خیلی ممنونم. یه دونه دیگه از توی لایف بخونم. گفتن که سوال منو بخونید، خیلی برام مهمه. من 60 سالمه و کارگری میکنم در یک مغازه صنایع دستی. دامادم پیشنهاد میده که خودم کسب و کار اینترنتی راه بندازم. آیا برای من جواب میده و چطوری باید شروع کنم؟ اصلا هم بلد نیستم. بله. ببینید هر کسب و کاری در هر حوزه‌ای این نیاز به مهارت داره، نیاز به دانش داره، نیاز به تخصص داره. این در واقع در باغ سبز که تو بیا وبسایت بزن، بیا یه اینستاگرام بزن، یه ماه دیگه پول پارو می‌کنی، اصلا این خبرو نیست. اما اگر ما مهارت داشته باشیم، اگر ما دانش کافی داشته باشیم و بریم برای یادگیری اون تلاش بکنیم، هر اتفاق مثبت بزرگ خوبی میتونه برای شما بیفته. به دلیل اینکه بازار آنلاین بازار رو به رشدیه، مخاطبان اون در حال افزایشه و رشد چشمگیری رو توی چند سال گذشته داشته. بنابراین پتانسیل بسیار خوبی وجود داره و میتونه برای شما سرمنشای اشتغال و درآمد بیشتر و برای کل کشور ما سرمنشای ارزش افزوده باشه. اما باید دقت کنیم که زمان ما و افراد خلاق ما، افراد صاحب کار ما مثل شما نباید بدون مطالعه و بدون دانش و اطلاعات وارد این حوزه بشن. توصیه میکنم شما یکی از نزدیکانتون، فرزند یا کسی که جوانتر هست و با فضای آنلاین در واقع ارتباط خوبی داره رو روش سرمایه گذاری کنی. یعنی شما با هزینه خودتون رو بفرستی آموزش ببینه، تا وقتی که آموزش دید بیاد دستیار شما بشه در حوزه بازاریابی اینترنتی و محصولاتی که شما احتمالاً با بهترین کیفیت میتونی تولید کنی چون سالها تجربه در این حوزه داری و به بازار عرضه کنه. باز هم تاکید میکنم تصور شما فقط بازار داخل نباشه، تلاش کنیم با اینترنت وارد بازار جهانی بشیم، اتفاقی که میتونه برای کل کشور ما بسیار مبارک و خوب باشه. خیلی ممنونم آقا محمد رضا بنان.
توی لایو برامون فرستادن که سلام، تو زمینه دوربین مدار بسته 10 سال فعالیت میکنم. 3 ساله که وبسایت زدم ولی هیچ فروش و بازخوردی از اون نداریم. تبلیغات مجازی هم انجام میدم. بله. ببینید، برخی حوزه ها به شدت اشباع شدن. یعنی عده‌ای اومدن در یک سالی موفق شدن. متاسفانه در کشور ما این فرهنگ کپی کاری و فرهنگ این که من تقلید کنم از دیگری خیلی زیاده. بعد از اینکه یه جامعه در واقع محدودی رو اومدن خوب کار کردن و موفق شدن، بسیار زیاد شد عرضه کنندگان خدمات دوربین مداربسته و حالا چیزهای مرتبط با اون. به همین دلیل رقابت در این حوزه خیلی زیاده. در فضای آنلاین هم این رقابت زیاده. من توصیه می‌کنم به شما بیش از فضای مجازی، ببینید من به طور مشخص برای کسب و کار شما عرض می‌کنم، بیش از شبکه‌های اجتماعی به طراحی وبسایت و به حضور در صدر نتایج موتورهای جستجو اهمیت بدین. یعنی اگر من امروز سرچ کردم نصب دوربین مدار بسته در مثلا اهواز، در مشهد، در تهران یا در هر شهر دیگری که شما احتمالاً اونجا مشغول به کار هستین، سایت شما رو بالاتر ببینم و اون وقت مطمئن باشید اتفاقات چشمگیر و بسیار مهمی در فضای کسب و کارتون رخ خواهد داد. خیلی ممنونم. پیام‌های بازرگانی آماده است. ما توی لایو داریم به سوالاتون پاسخ میدیم. ببینیم برگرد. اگه هر جا هر کار فنی و تعمیراتی و حتی آموزشی با ابزار دارین، ما ابزار ایرانی ایران پودک رو بهتون پیشنهاد میکنیم. ابزارالات حرفه ایران پودک، پرقدرت، با دوام، با تجهیزات و قطعات یدکی در دسترس. ایران فردا را با ابزار امروز بسازیم. ایران پودک. بر باغ گلی از طرح و نقش‌های اصیل کرمان قدم بگذارید. گلستانی از طرح و نقش های اصیل کرمان، ریز بافت و دست بافت گونه، ظریف و 1200 شانه، چشمگیر و بی‌نظیر، فرش الماس کویر. هر این پرواز مجری مستقیم انواع تورهای مسافرتی و گردشگری، سیاحتی و زیارتی، به همراه پرواز چارتر برترین خطوط هوایی، با امکان خرید آنلاین تور، بلیت، هتل و سایر خدمات گردشگری. شماره تماس 43304. پرین پرواز. سری جدید کلیدهای واقعا شکیل ایران الکتریک، جلای فوق‌العاده، ترکیب زیبای قطعات با طراحی و ساختاری جدید، نه فقط خارج بلکه داخل آن نیز ایمن و با دوام است. دارنده 4 سال متوالی گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده و واحد نمونه، ظرافت و زیبایی انتخاب ایرانی. ایران الکتریک. در پی تحولات و نوآوری‌های عظیم و راهبردی در بالان صنعت، نظیر تولید خلاقانه، به خدمت گرفتن جدیدترین و پیشرفته‌ترین ماشین‌آلات و آخرین تکنولوژی روز دنیا، عصر جدیدی در مجتمع بالان صنعت آغاز شد. با کاهش دخالت دست در فرایند تولید قطعات، کیفیت محصولات بالان صنعت رشد زیادی یافت. گروهی از طراحان و مهندسین خلاق در بالان صنعت با بکارگیری اشعه ایکس، استفاده حداکثری و هوشمندانه از فضاهای مخفی، اتصال کلیه قطعات آسانسورها با پیچ و مهره را جایگزین جوشکاری نموده و اکنون تولید انبوه آسانسورهایی با ضریب امنیتی بیشتر و دارای کابینهای بزرگتر که در کوتاه‌ترین زمان قابل نصب و راه اندازی می باشد را آغاز نموده. تعهد به کیفیت دلیل ورودمان به بازارهای جهانی است و به سرعت در حال تبدیل شدن به یک برند بین المللی هستیم و در ایران به لطف خداوند از موفقیت وارد پیشگامی شده ایم.
شور و هیجان رضایت مشتریان در پی تأمین خواسته های سفارشی آنها و کمک شبکه گسترده و بزرگ فروش، علاوه بر بالابرها، آسانسورهای بی‌نظیر بالان صنعت را برای فرودگاه‌های بین‌المللی، ایستگاه‌های مترو و شرکت‌های بزرگ چند ملیتی به ارمغان آورده. تولیدات ما راه حل‌های شماست. گروه صنعتی بالان صنعت. در حوزه تبلیغ ربات پرسیده بودن که چگونه میتونم کار بکنم. برای تبلیغ رباتی که در یک شبکه اجتماعی به خصوص هست، ما بایستی از خود همون شبکه اجتماعی استفاده کنیم، از کانال‌های پربیننده و معرفی رباتتون در کانال‌های پربیننده استفاده کنید، فقط به شرط اینکه اون ربات واقعا کاربردی باشه و برای مخاطب جذاب باشه. خب خیلی ممنونم. چند تا سوال از اون پرسیدن در مورد اینکه اون صفحه‌ای که همش تبلیغش رو می‌کنید، صفحه ادسین پایش آندرلاین پلاس که فیلم‌های یک دقیقه رو می‌ذارین توش، کجاست و چطوریه؟ الان دوستانم دارن روی صفحه نشون میدن، شما دارین می‌بینینشون. این صفحه‌مونه. ببینید فیلم‌هایی که گذاشتیم. آقای بابک بختیاری، رمز موفقیت در ایجاد شغل در زمین مواد غذایی چیه؟ کلاً همشون یک دقیقه‌ان. می‌تونید ببینینش، زیرش کامنت بذارین، توضیح بخواین. همینطور دارین می‌بینینش دیگه، خیلی قشنگ و زیبا درست کردن دوستان. فیلم‌های دیگه هم هستش، مثلا فیلم آقای علی حاجی محمدی، چطور از طریق جستجوی گوگل کسب درآمد کنیم. خیلی سوالای خوبی پرسیده شده و جواب‌های خوبی هم انصافاً دادن. خیلی قشنگ آقای مستر تیسر رو گذاشتیم در مورد صنعت مواد غذایی. یعنی توی کارهایی که شما انجام میدید، تو هر صنعتی که بخواید ما فیلم می‌ذاریم، اگر نذاشتیم حتما خواهیم گذاشت و اگرم که گذاشتیم که هیچ دیگه. خب آدرسش هم @_pelas همین الان مراجعه کنید. تلگرامش هم، صفحه تلگرامش هم هست، اونجا هم میتونید مراجعه کنید. و همین این صفحه هم معرفی کردم. خب دیگه برم سراغ سوالهایی که واسمون ارسال کردید. یه سوال پیامکی بخونم. 0918 7081. سلام، شب بخیر، سعید هستم از سنندج. من برای پخش مواد غذایی به فروشگاه ها به صورت اینترنتی چه راهی رو دنبال کنم؟ آیا میشه اختصاصی با همه متصدیان فروشگاه‌های آنلاین ارتباط داشته باشم؟ لطفاً بیشتر راهنمایی کنید. ممنون از برنامه خوبتون. و آقای دکتر فرمودن چه شهری هستن؟ سنندج. بله. اگر شما می‌خواید محصولی رو به صاحبان فروشگاه‌های اینترنتی عرضه بکنین، از قضا راه‌حل‌های ساده‌ای داره، یعنی خیلی پیچیده نیست. همونطور که خدمت یکی از دوستانی که در اینستاگرام سوال پرسیده بودن، در لایو سوال پرسیدن، عرض کردم، شما باید کامیونیتی و اجتماع این دوستانی که مشتریان شما هستن رو پیدا کنید. از قضا تالار گفتگویی هست، تالارهای گفتگویی هست در فضای وب که این مخصوص گفتگو و حل مسائل صاحبان فروشگاه اینترنتیه. یعنی اونجا چندین صاحب فروشگاه اینترنتی دارن با هم پیرامون مسائلشون گفتگو میکنن. خب طبیعتاً شما اگه اونجا بری و محصولتو عرضه کنی، اونجا بری و با آدما ارتباط بگیری، همون جامعه ای هست که مورد نظر شماست. فکر میکنم کار خیلی سختی رو در پیش نداری. خیلی ممنونم. یه دونه سوال دیگه پیامکی بخونم. 0930 0214. سلام، بنده یک سایت دارم که سایت های مفید و ارزشمند ایران و جهان رو معرفی میکنم. در اوایل با استفاده از تبلیغات بنری در سایت های بزرگ و آگهی های اینترنتی بازدید و سرمایه پایاپای کسب کردم، به شکلی که سود با سرمایه گذاری یکسان شد. چند ماهی هست که دیگر مشتری ندارم، یعنی مشتری هام رو از دست دادم. آگهی سوشال مدیا برای الان من بهتره انجام بدم یا اینکه از روش های دیگه استفاده کنم؟ منوچهر از کرمان، 27 ساله. آقا منوچهر، ببین، اولین چیزی که ما باید تو کسب و کار بهش فکر کنیم اینه که بیزینس مدل ما اساسا درسته. اصلا خود بیزینس مدل اوکیه. شما باید یه بار دیگه بیزینس مدلتو فکر کنی. من البته طبیعتا الان به طور کامل نمیدونم مدل کسب و کار شما چیه، اما یه بار دیگه بیزینس مدلتو بررسی کن و ببین اساسا بیزینس مدل شما کارایی داره یا نه. در دنیا دایرکتوری ها یک مقداری ضعیف شدن، یعنی دایرکتوری هایی که وبسایت های دیگر رو معرفی میکردن حدود سال های 2004-2005 خیلی وبسایت های موفقی بودن. امروز کمتر دایرکتوری ها موفقیت دارن و شکل اونها یه قدری عوض شده. ممکنه که در همون فضا باقی مونده باشن ها، اما شکل کارشون یه قدری عوض شده. حالا با فرض اینکه شما بیزنس مدل خوب و مناسبی داری، من فکر میکنم موتور جستجو شاه کلید موفقیت کسب و کار شماست. از موتورهای جستجو غافل نشو.
خیلی ممنونم. یه دونه دیگه بخونم. بله. این دفعه از توی ربات میخوام بخونم. بله. امیر محمد عباسی 16 ساله از مشهد مقدس. با توجه به اینکه دارم درس میخونم و رشتم هم کامپیوتره، دنبال یک کسب و کار اینترنتی خوب هستم که بتونم ازش کسب درآمد کنم. لطفا منو راهنمایی کنید. بله. ببین، البته سوال شما یه مقدار گنگ هست. اینکه دنبال یک کسب و کار خوب اینترنتی هستم، خب خیلی چیزا رو میشه معرفی کرد. ما لازمه که بدونیم کسی که می‌خوایم بهش مشاوره بدیم چه ویژگی هایی داره، چه ادوانتیج هایی رو الان داره، چه مزیت هایی داره، تا از مزیت هاش استفاده کنیم و شرایط کسب و کار خوبی براش رقم بزنیم. من به شما توصیه میکنم در نقطه فعلی شما بر روی مهارت زبان انگلیسی به منظور ارتباط بهتر با دنیا و تولید محتوای بهتر کار بکنی و از طرفی طراحی وبسایت با پلتفرم های در واقع اوپن سورس رو مثل وردپرس و جوملا رو یاد بگیری که این مهارت ها ترکیبش با هم از شما فرد ماهری میسازه که میتونه پول سازی کنه برای شما انشالله. خیلی ممنونم. دوستی پیامک فرستادن که گفتن که چرا سوال ما رو نمیخونی. من کلی پیام دادم و الان من سوالاتون رو میخونم. 0911 93 78. 40 میلیون تومن پول دارم، چطور میتونم برای صادرات از این پولم استفاده کنم تو کشورهای مختلف؟ ببینید، شما در گام اول باید بدونی چه محصولی رو میخوای صادر کنی. باید محصول رو انتخاب کنی. محصول طبیعتاً باید محصولی باشه که در ایران به لحاظ کیفیت و قیمت نسبت به کشوری که میخواین صادر کنین برتری داشته باشه. در گام دوم باید مقصد صادراتی رو انتخاب بکنید. از سایت هایی مثل سایت TPO که از سایت های در واقع مرجع این حوزه است میتونین استفاده کنین. اینکه کدام کشورها چه محصولاتی رو در واقع نیاز دارن میتونید دریافت کنید. همینطور از سایت ترید مپ که سایت خارجیه میتونید استفاده کنید و مشخص میشه که کدام کشور مقصد صادراتی مناسبیه. حالا بایستی وبسایت با زبان کشور مقصد داشته باشی و محصولتو به زبان کشور مقصد معرفی کنی و در این نقطه تبلیغ در گوگل میتونه شما بسیار کمک کنه. اگر بودجه کافی برای تبلیغ نبود، استفاده از رتبه های ارگانیک گوگل میتونه جذابیت بعدی برای کسب و کار شما باشه. خیلی ممنونم. 0913 27 02. سلام، یک سایتی تبلیغات مشاغل رایگان مخصوص استانم راه اندازی کردم و برای قدم اول نمیدونم چه کار باید بکنم و چطور شروع کنم و چطور سایتم رو معرفی کنم و استانم نگفتم ولی 0913 فکر کنم اصفهان باشه. ببینید، کسب و کارها و وبسایت های در واقع کاریابی، من فکر می‌کنم شما سایت کاریابی دارین، دو طرف دارن. یه طرف کسیه که کارفرماه و یه طرف کسیه که دنبال کار میگره، کارجوه. ما باید، یعنی وبسایت ما زمانی موفق میشه که در هر دو حوزه رونق داشته باشه. یعنی اگر من یه سایت بزنم فقط توش مشاغل باشن اما کسی دنبال کار نیاد، بعد از یه مدتی دیگه صاحبان مشاغل هم نمیان سراغ این وبسایت، چون میگه من تبلیغامو گذاشتم، کارو گذاشتم اما هیچ کارجویی سراغ من نیومد. یا برعکسش، اگر کارجوهای زیادی بیان اما شغلی پیدا نکنن، اونها هم دیگه تکرار نمیکنن. بنابراین شما باید در دو سمت بازاریابی کنی، هم کاری کنی صاحبان مشاغل بیان و شغلاشون رو اونجا تعریف کنن، هم کاری کنی که کارجوها بیان. برای این هدف ایمیل مارکتینگ و استفاده از ایمیل، بانک ایمیلی که خودت به دست آوردی، نه ارسال اسپم، نه ارسال ایمیل ناخواسته به مخاطبان، میتونه یکی از در واقع عناصر موفقیت سایت کاریابی شما باشه. خیلی ممنونم. بریم سراغ سوالای لایو. سلام، سید سجاد منزوی هستم از شهر مقدس قم. بله. اینو قبول داری که بدون صرف هزینه بالا نمیشه در بازاریابی اینترنتی موفق بود؟ بله، ایشون آقا سجاد فکر کنم توی لایو یک دو بار سوالشون رو فرستادن و اون موقع نشد ما جواب بدیم توی تایمی که بین برنامه داشتیم. من الان سعی میکنم پاسخ سوال شما رو خیلی دقیق عرض کنم. ببینید، بستگی به بیزینس مدل شما داره. من چند بار امروز عرض کردم اگه ما الان با هم بخوایم بریم به طور آنلاین موبایل بفروشیم، لپتاپ بفروشیم، دوربین بفروشیم، دقیقاً جمله شما درسته. حتما باید سرمایه زیاد داشته باشی. ما 40 میلیون و 50 میلیون و 100 میلیون ما میریم زیر دست و پای رقبای قوی، شکست میخوریم و له میشیم. اما قرار نیستش ما کپی کنیم. اگر امروز ما محصولی رو به وجود بیاریم یا محصول رو پیدا کنیم که اصلا در فضای آنلاین عرضه نشده، بسیار زیادن محصولاتی که امروز در شهرستان‌های ما اساساً در دسترس نیست و مشتریان به اون راغبن، دنبال اون هستن. اگر ما اونها رو پیدا کنیم و یک فروشگاهی داشته باشیم تخصصی کالایی که کمتر در بازار عرضه شده و یه مقدار ناولتی، یه مقدار نوآوری داشته باشیم،
اون وقت با سرمایه‌های متوسط و حتی کم هم میتونیم موفق باشیم. کم نبودن کسانی که با همین آشپزی، با همین تولید کیک، پخت کیک، پخت دسرها و چیزای نظیر اون در همین فضای اینستاگرام تونستن اعدادی رو به دست بیارن که از درآمد در واقع متوسط کارمندان خیلی بیشتره. بنابراین میشه امیدوار بود اگر خلاقیت داشته باشیم، اگر کالای مناسب انتخاب بکنیم، در فضای آنلاین با سرمایه‌های کم هم به توفیق برسیم. خیلی ممنونم. یه سوال پیامکی بخونم. 0913 2709. سلام، من دارم دوره‌های کامپیوتر و امنیت رو می‌گذرونم. با توجه به اینکه تحصیلات دانشگاهیم هم همین رشته هستش، چطور میتونم وارد بازار کار بشم؟ بله، ببین، بعضی از رشته ها و بعضی از در واقع مهارت ها و تخصص ها مخاطبانش مخاطبان ذاتاً بزرگی هست. یعنی مثلا اگر من به شما بیام بگم من خیلی در حوزه امنیت شبکه آگاهی دارم و ماهرم، احتمالاً اسمال بیزینس ها، کسب و کارهای کوچک، سوپرمارکت ها و چیزای نظیر اون به این نیاز ندارن. شاید این مهارت شانس بالایی برای راه اندازی استارتاپ، من با ابعاد خیلی کوچیک منظورمه، یا شانس راه اندازی کسب و کار کوچک رو ندارن و اینها مجبورن که در سایر کسب و کارها مشغول به کار بشن. حالا سوال عوض میشه، من میخوام برم توی کسب و کارهای دیگه یک شغل خوب رو احراز کنم و اون شغل رو بگیرم، حالا باید چی کار کنم؟ شما بایستی از فضای آنلاین برای معرفی بهتر خودت، برای نمایش توانمندی های خودت در حل مسائل سازمان ها و شرکت ها استفاده کنی. از لینکدین غافل نشو. لینکدین شبکه اجتماعی مناسبی برای هدف شماست. خیلی ممنونم. یه سوال دیگه هم از توی لایو بخونم. بله. آها، آقای دکتر، واسه این که لایومون ذخیره بشه، ما مجبوریم که بله. کمتر از یک ساعت بشه لایومون، لایو رو قطع کنیم و بله. لایو تا 24 ساعت بمونه. بله. اگر ممکنه اون دکمه اند رو یا همون بله. فایل رو که بزنید. ولی من یه دونه سوال جدا کردم بخونم. آه. بله، پس من دوستان لایو اینستاگرام آره. خداحافظی می‌کنم و اینم پایان لایو اینستاگرام. خب در خدمت شما هستم. زرنگی کردم، عکس گرفتم. سلام، یه سایت تجهیزات الکترونیک راه اندازی کردم نظیر حضور و غیاب و تجهیزات شبکه و درب برق و دوربین. هم کانال تلگرام زدم هم اینستا، ولی مشتری نگرفتم. صلاح میدونی لوازم جانبی هم اضافه کنم به کسب و کارم؟ ببین، در نقطه فعلی که احتمالاً شما بخش زیادی از سرمایه‌ات رو هزینه کردی و خب خیلی سرمایه زیادی برات باقی نمونده، من توصیه نمی‌کنم که بیای و با اضافه کردن محصولات جدید احتمالاً انبارتو بعد بیشتر کنی، کالا بعد استوک کنی و چیزای نظیر این، بیای هزینه‌هاتو افزایش بدی. توصیه من اینه که در همون حوزه‌ای که کار کردی به یک رقمی از فروش برسی و بدونی که هر ماه اینقدر تومن فروش در این حوزه رو داری. حالا برای موفقیت در اون، من تاکید می‌کنم توی بیزینس‌های مختلف تلاش کردم کانال‌های مختلف بازاریابی رو معرفی و توصیه کنم. من توصیه می‌کنم از موتور جستجو غافل نشی. یعنی اگر با نام محصولات شما، مثلا فکر کنم گفتین شبکه، مثلا سوئیچ فلان من سرچ کردم، شما بتونی در صدر نتایج گوگل باشی که می‌تونی در این مورد با واژه در واقع بهینه‌سازی موتورهای جستجو مطالب خوبی رو پیدا کنی، کسب و کارت رو یه مقدار رونق بدی و بعد محصولات جدید رو اضافه کنی. خیلی ممنونم آقای دکتر از اینکه تشریف آوردید به برنامه پایش پلاس. وقت برنامه ما تموم شد، با اینکه کلی سوال هم موند، اما تونستیم امشب سوالهای بیشتری رو پاسخ بدیم. من یک بار دیگه پیجمون رو توی شبکه‌های اجتماعی معرفی کنم با آدرس @پایش_پلاس. هر شب یک فیلم کسب و کاری می‌ذاریم از گزیده برنامه‌ها. ممنون که همراه برنامه ما بودید. خداحافظ.